دستی بشود، مرگ، مرگی بسیار خوفناک و دردآور میلیون ها انسان را از پای در خواهد آورد و انسان خودآگاه روز به روز به این فاجعه نزدیکتر می شود. میدونم میدونم، روی مادرش هم از راه دور میبوسی، به مادرش هم سلام میرسونی. خداحافظ. سلام رو پدرش برسون، بگو که سه شب میشم منتظرش هستم. خداحافظ. خدا نگهدار، عجله نکن، مواظب خودت باش. باشه حتما. لطفتون امروز هوا خیلی بده، نمیتونم نفس بکشم. باید از تهران ببریدشون. هوای تمام کره زمین گندیده خانم. پیرمردا و پیرزنا رو ول کنیم، هیچ کس به فکر بچه‌ها نیست. با اجازه. مادر چطوره؟ همونطور، همون پیغامه همیشه گیرم فرستم. به مادرم هم سلام برسیم. آقا جان گفت که بابات سه‌شنبه شب یادشونه. مگه ممکنه یادش بره؟ هوا خیلی بده. چیزی شده؟ نه. چرا میپرسی؟ خسته به نظر میرسی. نه نمیدونم، سلام خسته باشم، خودم خبر نداشته باشم. خدا مادر بهتر شده انشالله؟ نه بلا، هنوز که هیچ خبری نیست، تکون نمیتونه بخوره. سلام آجا. سلام آجا. سلام آجا. سلام آجا. سلام آجا. سلام آجا. بدیه، حالا به خفگی میافته. تو تمام خیبونش هم مردم دارن صرفه میکنه. امروز دیگه مردم حسابی موضوع سیگار کشیدن نشون میگیرن. راسته، منم داشتم خفه میشدم. نورنگی به اضافه ایستگاهی الان دیگه 7 دقیقه است که هیچ جریان هوایی وارد منطقه نشده. میشه تا چند دقیقه دیگه چند تا جریان فشار ضعیف داریم که از منطقه ما میگذره. خب بچه‌ها همگی خدا خدا به هر حال یادآوریش که ایرادی نداره. خواهش کنیم به مریضا تذکر بدن که نیان توی خیابون شلوغ. شنوندگان ارجمند، هم‌اکنون این اطلاعیه از سازمان هواشناسی کشور به دست ما رسید. درجه آلودگی هوای تهران به شدت بالاست.
هوا به علت دوام وارونگی و توقف جریان باد به مرحله خطرناکی از آلودگی نزدیک می شود. از همشهریانی که به بیماری های قلبی یا تنفسی دچارند تقاضا می شود که از خانه های خود خارج نشوند و در صورت امکان از اکسیژن استفاده کنند. اطلاعیه به تو درد خوره بیکاره ها، هوا رو درست کنید. هی اطلاعیه پشت اطلاعیه، یعنی چه؟ هوای تهران فعلا گرمتر نمیشه. با توجه به بالا بودن ظرفیت پذیرش آلودگی، مقدار آلاینده های هوا فوق‌العاده زیاده. خواهش میکنم. به نظر میرسه که جریان های فشار ضعیف داشتون کش کردن و رفتن. جریان های فشار قوی هم همچنان در سطح استان تهران باقیه. این نقشه جایی نقشه نشون میده که از جنوب مقداری ابر باره در حرکته، اما باد در سفره پایین نداریم. ملازم میفرمایید قربان. سرعت باد سه ایستایی کامل، وارونگی هم کامل. الان ده دقیقه است. درجه حرارت متوسط تو مرکز شهر حدودا 22. خیلی بده. کمی گرم‌تر بشه وارونگی از بین میره، ولی به هر حال حدود 11 دقیقه است که اصلا جابجایی نداره. هوای مرکز و جنوب شهر هم با این مقدار آلودگی برای آدمای پیر و مریض اصلا خوب نیست. شما اعلامیه پشت اعلامیه چه فایده داره؟ بگین محبت کنم تا اطلاع ثانوی مرتبان اطلاعیه رو تکرار کنم. اگه خطر کم شد بهشون خبر میدیم. چه ضرری داره؟ دقت کنید ببینید اصلا دور و بر استان تهران بادی تو سطوح مختلف داریم. خیلی خوب. در هیچ نقطه باد غیر بومی وجود نداره. الان بررسی کردم، جمع‌بندی هم کردم. در مدارهای بزرگ هم هیچ نسیمی وجود نداره که مستقیما به طرف استان تهران در حرکت باشه. واقعا عجیبه. جریان های بزرگ از منطقه شمال میچرخند و از استان تهران دور میشن. از مدارهای بین المللی هم هیچ پیام مذکوری دریافت نکردیم. هیچ کس به فکر بچه ها نیست، اما همه ادعا میکنن که هر کاری میکنن فقط به خاطر بچه هاست، حتی جنایت. تو هم تو علاقه خودتی یا دار پنج تا بچه قدیم اینقدر داری که دستت مونده. همشهریان ارجمند، لطفاً توجه بفرمایید یک بار دیگر اطلاعیه که سازمان هواشناسی را به سمعتان میرسانیم. درجه آلودگی هوای تهران بسیار بالاست و برای بیماران قلبی و تنفسی خطرناک است. لطفاً سیگار نکشید و تا آنجا که مقدور است از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. در مرکز شهر به خصوص عابران سواره و پیاده باید که با دهانبندهای ضد آلودگی و بدون شتاب حرکت کنند و مراقب سلامت نزدیکان خود باشند. خبری نیست؟ خیلی بارم هنوز باقیه؟ جمع نمیخوره. هوا هم 2 درجه گرمتر شده. هیچ جریان فشار ضعیفی هم نیست که بخواد وارد منطقه بشه. چه خبر؟ هیچ. 14 دقیقه است. مهمم این 4 دقیقه نیست.
مهم اینه که هیچ حرکتی دور و بر استان تهران مشاهده نمیشه. اون حادثه یادتونه؟ واقعی اسما که 1944 لندن 23 دقیقه نه؟ 27 دقیقه گمونه 22 هزار پشته دار 24 هزار الان با این حد از آلودگی هوای تهران فعلا 14.5 دقیقه است که هیچ حرکتی تو هوا نداره. لزومی نمیبینید که این مسئله رو به اطلاع چند نفر از مقامات مملکتی برسونید؟ تا 20 دقیقه صبر. میترسم کار دستمون بده ها. داره جدی میشه خوبه، ولی کسی باور نمیکنه مسئله جدی. اگه جدی و منطقی بگید همه باور. صبح سفر تاکسی بودم، برنامه ما پخش میشد. خانم کسرایی میگفت فردا هوا صاف و آفتابی خواهد بود. آقایی که کنار من نشسته بود به رفیقش گفت اسخر آقا برنامه گردش فردا رو به هم بزن، چون حتما سیل از آسمون میاد. آخه هرچی اینا بگن عکسش درسته. تکراریه. تنها مسئله مهم فعلا اینه که امروز بابا میخواد بره بازار. خدا بهش رحم. بفرمایید. بله همه تون لطفا اجازه میدونم. من یه تلفنتون خرابه. خیر فکر کردم شاید خوب نباشه جلی همتون. عجب قلبیه. تو به تلفن هم داره. باید به خونه‌اش اطلاع بدیم. خدا رحمتش کنه. چی؟ برش تمومه. سعی کن به خود فشار نیاری. سعی. سعی. امیر. مسئله خیلی حساس هست های مهندس. اول اینکه آیا با اعلام این خبر ایجاد وحشت عمومی نمی کنیم و این وحشت احتمالی خودش منشأ خطرات احتمالی نمیشه؟ بعد اینکه آیا اطلاعات شما تردید ناپذیر و قطعیه؟ و سوم بسیار خوب بسیار خوب، من تا دو دقیقه دیگه نتیجه رو به اطلاع شما میرسونم و در صورت لزوم ستاد عملیات غیر منتظره هم در خود سازمان هواشناسی مستقر میشه. هموطنان عزیز و ارجمند سلام. امروز صبح متاسفانه با خبر ناخوشایندی به حضورتان رسیدم. وارونگی دما به اضافه ایستایی هوا در اوج ممکن است، ضمن اینکه حد آلودگی هوای شهر ما بسیار بالاست و خطری جدی سلامت هموطنان و همشهریان ما را تهدید می‌کند. لطفاً به نکات مهمی که از سوی متخصصان به اطلاعتان میرسد بذل توجه بفرمایید. سپاسگزارم. شنیدم. لازم نیست دیگه همه چیزو از نو حکایت کنی. اما اوضاع وخیم‌تر از اونیه که ما میگیم. مسئله اینه که مادر جون چی شده؟ از حال رفته. یه دفعه افتاد رو زمین. چیکار باید بکنم؟ دیروز خبر دادیم که سه جریان باد سطحی به طرف ایران و در جهت استان تهران در حال حرکته. خب ببین این جریان ها کجا رفتن؟ ضمناً با مراکز هواشناسی روسیه، آذربایجان، چین، آلمان و چند کشور دیگه سریعاً تماس مستقیم بگیرید، سوال کنید
گزارش وضعیت بدین، شاید بتونه دائما مشغول هم میکنه. منظورم سلام قربان. هیچ قربان، با تمام دنیا در تماس، فرصت زیادی هم نداریم. بسیار خوب، تصمیم گرفته شد. ماموران و مهندسان شما مردم رو در جریان بگذارن. وزارت کشور و شهربانی و شهرداری و سایر سازمان ها خیلی فوری ستاد عملیات حوادث غیر منتظره رو تشکیل میدن. حالا بفرمایید که خود ما چیکار باید بکنیم؟ شما مثل همه مردم قربون به پیام های ما که از رادیو تله توجه هموطنان عزیز، صدای تلویزیون ها و رادیو ها گوش بسپارید. تا 2 دقیقه دیگر پیام بسیار مهمی به نظر و سمتان خواهد رسید. با پوزش فراوان، اطلاعیه در مورد آلودگی شدید هوا در استان تهران، بالاخره شهر تهران است و خطری که هم اکنون همه مردم این ناحیه را تهدید می‌کند. هموطنان، به صدای رادیوها و تلویزیونها گوش بسپارید. متوقف شوید و با دقت گوش بسپارید. متوقف شوید. وضعیتی که هم‌اکنون در هوای تهران به وجود آمده، وضعیتی خاص و فوق‌العاده خطرناک است. مهدی، صدای رادیو رو میشنوی؟ پاشو یه تلفن کن به مجید ببین واقعا چه خبره. سلام. بله. علت بارونگی دما و سکون هوا دشت کرجم به شدت هوا آلوده است. خواهش میکنم آقا جون صدا رو میشنوین؟ آقا جون این شوخی نیست، منم وقت ندارم. فورا مادر جون رو بردارین و با یکی از آشناها یا همسایه‌ها یا اصلا ماشین کرایه کنین، برین از تهران بیرون. موقعیت رو درک نمی کنن، هیچ کس موقعیت رو درک نمی کنه. باید حالیه مردم کنیم، وظیفه ما اینه. مثل کابوس میمونی، کابوس. آدم باورش نمیشه. ما توی انبار ویژه 2 تا قفسه برای حوادث احتمالی داریم که توی اونا چندین صورتک و منبع اکسیژن هست. 6 تا هم منبع بزرگ اکسیژن داریم. دستور بدین اونا رو بیارن. کارکنارم جمع کنید توی تالار اطلاع. پنجره ها رو محکم ببندید. شنوندگان عزیز، به اطلاعیه نیروهای انتظامی استان گوش بسپارید. با توجه به شدت و وسعت آلودگی، نیروهای انتظامی موظفند با نظم کامل و بدون ایجاد وحشت شرایط اضطراری را به همه رانندگان در دروازه‌های خروجی و ورودی یادآور شوند و بر این نکته تأکید کنند که ممکن است به زودی عبور و مرور وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ استان تهران ممنوع اعلان شود. رانندگان و مسافران لطفاً آب، دستمال‌های مرطوب، صافی‌های مخصوص بینی و در صورت امکان ماسک اکسیژن همراه داشته باشید. سلام. ما با یک پدیده فوق‌العاده خطرناک که مسلماً از یک زلزله بزرگ یا حتی آتش‌فشانی دماوند هم خطرناک‌تر است روبرو هستیم. به خدا توکل داشته باشید و به عرایض ما با دقت گوش کنید. وارونگی دما به زبان ساده یعنی اینکه
دود و هوای آلوده سطح شهر میخواهد به طرف بالا صعود کند، اما با طبقات گرمتر از خود بر بالا برخورد میکند و برمیگردد، یعنی وارونه میشود. این بازگشت به شدت آلودگی میافزاید. به جز حرکت هوای آلوده به بالا، باد هم میتواند وارونگی و هوای آلوده را از بین ببرد، اما در صورتی که بادی نوزد مثل حالا، هوای آلوده می‌ایستد و بر جا می‌ماند. ایستادن هوا و نوزیدن باد را ایستایی می‌نامیم. وارونگی حال به اضافه ایستایی مطلق یعنی مرگی بسیار فجیع، اما البته نه مرگی سریع. انسان در مقابل این فاجعه بزرگ کاری نمی‌تواند بکند. انسان می‌بایست قبلا به فکر می بود و هوا را تا این حد آلوده نمی کرد. ما الان 28 دقیقه است که گرفتار وارونگی حاد و ایستایی کامل هستیم، به اضافه آلودگی شدید هوا. وقت بسیار کمی داریم برای نجات خودمون و همشهریام. بر اساس اطلاعاتی که دریافت کردیم، فعلا جریانی در راه رسیدن به استان تهران نداریم، اما احتمال تغییرات ناگهانی و حوادث پیشبینی نشده وجود داره. به درخواست های ما توجه کنیم به دقت. شاید همین یک بار باشد که ما این فرصت رو یافته ایم که با شما گفتگو کنیم. موقعیت همه کارکنان سازمان هواشناسی و ماموران شهرداری و شهربانی همونقدر در خطر است که موقعیت تک تک مردم شهر تهران. با وجود این، ما تا آخرین لحظه زندگیمان میمانیم و وظایف خود را انجام میدیم. اولین و مهمترین اصل این است: هر نوع شتابی خود باعث از پای در آمدن و مرگ میشود. آهسته حرکت کنید و همه اعمالتان را آهسته انجام دهید، حتی حرف زدن را. اصل دوم این که هیچ نوع ماده دودزا، حرارتزا و نیروزا به کار نبرید. شرط نجات شما از این مهلکه توکل است و پای پیاده به طرف کوهپایه‌های شمال شهر یا شرق حرکت کردن و از مرکز آلودگی دور شدن. اگر متوسل به ماشین شوید، باعث مرگ خود و اطرافیان خود می شوید. به خاطر داشته باشین، کسانی که شتاب زده عمل می کنن زودتر از دیگران از پا در میان، به داد هم برسن و بچه ها رو مقدم بدونن. ما بعد از این پیام های خود رو رادیویی یا از طریق ماهواره می فرستیم. از رادیوهای کوچکی که با باتری کار میکنند استفاده کنید. لطفاً عمده توجه خود را معطوف کودکان کنید. اونها قادر نیستن روی پاهای خود حرکت کنند. خانم حسینی، اگر ممکنه لطف بکنید برای بردن گلناز هرچه سریعتر بیاید. بابا رو بگیر ببینم چی شده. هر چیزی شده بود خودش زنگ میزد. پس واسه چی دارن دستور توقف کامل میدن؟ من چه میدونم. الو، سلام، خبری شده؟ مگه نشنیدیم؟ را بیافتیم دیگه. من نمیتونم اینجا رو ترک کنم. اینجا این خط مقدم عزیز من. مردم امیدشون به ماست، بوششون به ماست. اگه یه خبر خوب برسه، هنوزم میشه جون صدها هزار نفر رو از مرگ نجات داد. توجه، تا 3 دقیقه دیگر برق تهران و هومه و تمام کارخانه ها و کارگاه های منطقه قطع می شود. هیچ کس حق ندارد در انبارها و سردخانه ها از ژنراتور استفاده کند. همشهریان، در هیچ نقطه ای در داخل شهر ازدحام نکنید.
همین الان میاد. بچه ها فکر کن بچه های ناتوان رو نجات بدید. اگه قربوری یه ساله میداری مطمئن باش تا یک ساعت دیگه هم میتونی را بری و از میدون خطر هستی نجات پیدا کن. پدر جان کجا میری؟ پرسیدم کجا میری؟ چی؟ پرسیدم کجا میری؟ قبرستون. مجدداً سلام. خسته نباشید. از همه شما صمیمانه تشکر می کنم. کسانی که مسئولیت حیاتی ندارن و مایلن که برند و به خانواده خود برسن میتونن برن. ما به اندازه همه ماسک و منبع اکسیژن نداریم. کسانی بمونن که میتونن این شرایط دشوار را تحمل کنن. اینطور فکر کنید که هیچ کس از اینجا زنده بیرون نخواهد رفت. زندگی میلیون ها نفر به ما بستگی داره. ما فقط به دادم چون روزی میخوریم. خواهش میکنم بارا، خواهش میکنم، هنوز خیلی وقت داریم. نه فقط نه، برو به کارت برس. فقط کاش میتونستم به مامان تلفن کنم، جواب نمیدن. هیچ کس گوشی بر نمیداره. فکر میکنم رفتن جا.
حوله زنگ بزنه ببینه کسی نیست، نگران بشه. دیگه از این حرفا گذشته. اونم میفهمه ما ممکنه دور هم جمع بشه. از این گذشته اون میشه احمد و کمتر از ما استراب داره. میشه تو این اوضاع اول کسی استراب نداشته باشه؟ مامان من برم از والی تلفن به فریبا بزنم. نه 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 ده بزن بری خواه. من که حرفی ندارم، ولی هیچ کس به من اجازه حرکت نمیده. اگه ایست بدن و من گوش نکنم. میدونم میدونم، ولی بچه ها رو که نمیزنم. براشون توضیح بده، التماس کن به پاشون بیا. ببریمشون، هرچی باد آباد. خدا رو خوش نمیاد. زود باش خانم. همه دارن فرار میکنن. خانم 10 بار گفتم ما دستگاه تصفیه هوا داریم. ما تا 24 سال دیگه برق وامونده. برق دیگه چرا قطع میکنیم؟ خودش میتونه بره. ما تمام مسئولیت ها را بر عهده گرفتیم. خود رو وارد این ماجرا کردیم. نفس بکشید. کاری از دست من برمیاد؟ عزیز من، اگر تو به جای من بودی و زندگی میلیون ها نفر به دست تو بود، واقعا این کارو میکردی؟ واقعا اینه نظر تو؟ تو میتونی زیر همه چیز بزنی و همه رو ول کنی و تا به داد خودت برسی؟ خب عزیزم، پس منم ول کن و خودتو نجات بده. چی میگه این؟ میگه فداکاری و انسانیت، اونم برای این مردم و این مملکت. پس آدم انسانیت رو باید کجا ببره خرج کنه؟ دلگیر نباش مهندس، شرایط خاص
تعادل خیلی ها رو به هم میزنه. من دیگه هیچ وقت به اون خونه بر نمیگردم. آقای احمدی. پدر جون صدا هم میشنبیم؟ بله من خوبم. شما باید زودتر حرکت کنیم. کجا برم پسرم؟ حرکت کنم برم کجا؟ دیر میشه پدر جون. فاطمه خانم الان مدت هاست در نماز مشغول دعاست. شما خود ما را به خدا بسپارین. خود زنی جان اینجا بمونم. اگر سلانم نیاد من میرم. بله ماما خودتی؟ حالتون چطوره؟ ما کاری نمی کنیم. خدافظ. همه جمع شدن خونه خاله جون. تو چی؟ تمونده نیرومو از بین نبر. من حرفی ندارم که بزنم. آخه مامانت، بابات، فریده، فرهاد اونا چی بدون تو؟ به اونا گفتم. گفتم فقط به خاطر اینکه میخوام زنده بمونم تو رو ول نمی کنم برم. زنده موندن ارزش اینو نداره که آدم به خاطرش به دیگران خیانت کنه. یادت میاد؟ همچین وقتی خواستن شرف داشته باش. قرار نکن. من برم پدرم بیارم اینجا. مگه شما مردی؟ کجایی؟ بچه هم نفسش در نمیاد. نداری باشه الان میاد. نگران نباش. نگران نباش. نگران نباش. الان برادرای شجاع و غیرتمند، به زنان بیمار و کودکان کمک کنید. کودکان را به کول بگیرید.
حتما چی؟ آقا جون، هوای خونه تصفیه شده است. برای شما یه نفر کافیه. ما پیاده باید بریم. شما رو نمیتونیم ببریم. هم ما رو از بین میبری هم خودتو. تازه رادیو گفت تا چند دقیقه دیگه مشکل حل میشه. بریم بابا. نامرد به خود میگم هوا آلوده است، حتما بازم عراقی ها بمب شیمیایی انداختن. تا وقتی که با آمریکا کنار نیان همین وضع داریم. خب بابا یکی شراب بده آخه. شما کجا داری میری؟ خاموشش کن نام هستن پیاده شو، آخه ما هم آدمی. برو کنار راه رو باز کن و اینه زودتر خفه میشی. اکبر سرت که بی غیرت. برو کنار، برو کنار و اینه زیرت میکنم. آقا من حالت تعوی شدید دارم، سرم گیج میره، چیکار کنم؟ هیچ کار نمیتونیم بکنیم عزیزم، ما موندیم. ما که نمیتونیم در بریم. میتونیم؟ نمیدونم، فقط اینو میدونم که خیلی زود از پا در میام. الو 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 الو، صدا میشنوی؟ سفر جون حمید وقتا برو، من که دیگه نمیتونم از زنده ببینم. حمید وقتا حمید نجات بده، برو حمید. جواب نمیدم. این مجده هم اینگاه داره از دست میده. سکر نقاط ما بشه. من زنم حامله است. اگه این گرفتار رو نداشتم مسئله نبود. به قول این مجید بی‌نوا الان
27 هست که دیگه نمیدونی گیر ندی به همین یه جمله؟ باشه برو کسی که جلوتو نگرفته الان وقتش که ثابت کنیم ما چند مرد حلاجیم الان باید نشون بدیم که واقعا به فکر مردمیم حالت خوبه؟ تلفن کردی به خونه؟ حالم هیچ خوب نیست تلفنم نتونستم بکنم عزیزم میبینی که ما اینجا نمیتونم همه چیزو ول کنیم کسی احتیاجی به تو نداره دو نفرم پشت این قوطی ها باشن کافیه من دیگه نمیتونم صبر کنم دلم شور میزنه الان بده خیلی بده آقا جان من مهری رو برسونم خونه و برگردم من برمیگردم و تا وقتی پشت این دستگاه ها روی این صندلی بمیرم کنار همه تون میمونم قول میدم تا حالش هم زیادی موندی 27 شعارم اضافی دادی وقتی زن آدم آدم اینجوری کنه آدمم باید جلوش اینجوری کنه در چنین موقعیتی فرار حق طبیعی هر انسان مسئولیه بابا جان برادر گوش کن چی میگم بعد هر کاری میخوای بکنی با توی مینیبوس 30 تا بچه مهد کودکیه من میخوام اونا رو برسونم به یه باغ تو جاده چالوس تو خانم اینجا چی کار میکنی؟ اومدم پیش تو عیب داره؟ معلومه که عیب داره بچه ها رو چی کار کردی؟ دستادم آدمشون رو خودت هم باید باش این چه کاری بود کردی؟ یکی من باید باشه حتما یعنی اینجا امیدی هست؟ هست باشه که مونده فقط امیده صبر کن شاید یه منبع اکسیژن برات پیدا کنم بعد برو بدون بحث بدون حرف من ظرفیت هیچ بحث و حرفی رو ندارم سلام ناراحتی نگرانم برم یه تلفن به خانمم بکنم نگرانم
کجا میری؟ گیرو زود داره ولی سوخت و سوز نداره. همه ما بالاخره در میریم ولی اقلا ماسک ما رو بده. همه میگن بادای به طرف استان ما و اصولا ایران در حرکته، اما انگار دوره منطقه دیوار کشیدن. این نزدیکی هایش خبری نیست. جون خیلی یار رو نجات دادی، خیلی یار. اما اگه تا 20 دقیقه دیگه اون جزهی نشه، یه مرگ و میره همگانی اتفاق میفته. هیچ کس به دادمون نمیرسه. 14 هواپیما با اکسیژن تو راه، اما به چه درد ما میخواد؟ بعد رفت. موندن دیگه هیچ فایده ای نداره، ما دیگه هیچ نقشی نداره. باید که به میل ما نمیرسی. هر وقت دلش بخواد میاد. خوش اومدی. خوشحال چی بهت میگم مجید؟ به نظر من کسی که فقط به فکر کارش و همه چیز فدای کارش میکنه، حتی زن و بچهش و پدر مادرش و دوستاش و مقدساتش و این آدم هم یه چیزی کم داره. تو با سنگ پروندن به طرف تمام رفقا و همکارات فقط نقشه دلغک بازی میکنی. به دلغک نه چیزی بیشتر. باشه، فکر میکنم راجع به حرفات فکر میکنم.
20 ساله داریم میگیم، 30 ساله، 40 ساله. بابا دست از گندوندن محیط زندگیتون برداریم. اینطور با خودتون و بچه هاتون دشمنی نکنیم. هیچ کس برفمون گوش نکرد، همشون بهمون خندیدن. حالا بذار بکشن، همه حیف بچه ها. ما اولین نسل از پدر و مادر هستیم که علناً و رسماً دشمن خونی بچه هامون. زندگی میکنیم فقط به خاطر اینکه نذاریم بچه هامون زنده بمونن و زندگی کنن. بشین. نمیتونم احمد، ما که نمیریم. نه مگه خودیم؟ کجا بریم؟ یه بار ممکنه این بخت نصیب آدم بشه که بتونه واقعا به دیگران خدمت کنه. البته دیگرانی که هیچ وقت نخواستن به خودشون کمک بدن. توجه شنوندگان ارجمند، دومین اعلامیه دفتر ریاست جمهوری را به اطلاعتان میرسانم. مردم دردمند شهر مصیبت زده تهران، هیئت دولت، مقامات ارشد ارتش، جملگی در شهر تهران تا آخرین لحظه زندگی خود در کنار شما خواهند ماند. هموطنان، همکنون خبر رسید که ریاست سازمان هواشناسی کشور که تلاش های ایشان و یاران به راستی فداکارشان تا کنون جان میلیون ها نفر را از مرگ حتمی نجات داده، جان به جهان آفرین تسلیم کردند. نفس عمیق بکش. خواهش میکنم خدا بهتون صبر بده، تسلیت همه ما رو بپذیرید. پدر شما مقام بزرگی بود. جای منم جز به شما بودم. عیب نداره.
فکر کنم اکسیژنم دیگه داره تموم میشه. حالا تعب دارم. خب خوب بود دیگه. نه یعنی خیلی هم که بد نبود. فریبا جان، ما برای این نیامده ایم که با قبول مرگ مفاجات عشق را اثبات کنیم. ما آمده ایم تا زنده بمانیم و رسم زندگی کردن و دوست داشتن را به دیگران بیاموزیم. پس اراده کن که زنده بمانیم و دوست داشتن طاهرانه را به دیگران بیاموزی. همین. فریبا جان، به خاطر من بخت زنده ماندنت را بیازمای و به من آرامش ببخش. آیا تو واقعا تصور میکنی که بیرون شهر بدون تو برای من بخت زنده ماندنی هست؟ این به راستی بی‌انصافیست. فریبا جان، همانقدر که من تو را میخواهم، شاید هم بیشتر پدرت، مادرت، خواهرانت و برادر کوچکت تو را میخواهند. به خاطر همه آنها برو، با آنها بپیوند و یاد مرا در خاطرت زنده نگه دار. یاد هیچ دردی را دوا نمی کند. دوست ندارم با یاد کسی که دوستش دارم و شریک زندگی من است زندگی کنم. بس کن، بس کن. علی‌رغم شرایط حق حرف زدن برای ما محفوظ است. باید حرف بزنیم، باید تا لحظه آخر حرف بزنیم. اگر برایت سخت نیست بلند شو، از پنجره نگاهی به خیابان بینداز. دیگر هیچ حرفی برای گفتن نمانده است. یعنی واقعا اینطوریه؟ خدای حرکت، حرکت، یه جریان بزرگ وارد استان تهران میشه. لطفا مردم با خبر کنین، در هر جا که هستن بشینن، حرکت نکنن، هیچ حرکت نکنن، آهسته بشینن. بنشینید. ایستایی تمام شد. بنشینید ایستایی تمام شد. فریبا، میشنوم.
تموم شد. یه دفعه دیگه هم تموم شد. مجید، فقط 10 دقیقه دیگه. آقای رضازاده، یک جریان بزرگ به خواست خدا. خبر بدین.